دوستان درود بر شما، امیدوارم هر جای دنیا هستید دلتون شاد، لبتون خندون و ایام به کامتون باشه. از ارمنستان در خدمت شما عزیزان هستم، محل برگزاری رقابت‌های قهرمانی ارتش‌های جهان 2024. اولین کشتی در روز دوم آغاز میشه، وزن 79 کیلوگرم عبدالله شیخ اعظمی دلاور موازنی و از آمال با دونده قرمز در مقابل نصیب خایف از روسیه در همه ابتدا کار سر میکنه پیش بندازه دور بزنه، دستور گرو گرفته کشتی روس از اون بعد کاملا بالای آرنج گرو گرفته، ببینیم میتونه دور بزنه یا نه. یه لحظه میتونه شهرمان بعد سر تحریکی هم جمع جور کنه، فشار زیادی میاره، ولی خب داور حالا سر پا میده. خوب استارت زد، قوی استارت زد. ما رقابتمون امروز بیشتر با روس هاست، اگر حرفای رو در روی روسمون رو شکست بدیم احتمال اینکه تو کورس قهرمانی بمونیم زیاده. بلندتر گزارش کنم سرشاخ باشه، من دیگه چیزی نگم، من استرس کشتی رو واسه هم دیگه کار میکنم. حالا کشتی روسی که تو زره کشتی ما یه لحظه رو نمی کنه، ببینیم میرم که اتوشک خارجش کنه، رها نکرد، بهتر داره کار میکنه. ما چشو بکش اگه همینطور ادامه بده یه لحظه رو هر دو کشتی اتوشک خارج میشن، ببینیم امتیاز میدن یا نه، یکی امتیاز میدن به کشتی روس. تا به اینجا کار کشتیگه ما رو به جلو بود، ولی اول امتیاز رو کشتیگه روس نصیب خایف کسب میکنه. قابلیت اینو داره که این کشتیگی رو شکست بده و اولین پیروزی رو در روز دوم برامون ثبت کنه. یکی از مربیه روس هم کنار ما نشسته، ولی خب روسیمون به حد صفره، یعنی منهای صفر. خب اگه میکشی رو به جلو یه اصلا یک بار دیگه کشتیگیر ما رو با بدلکاری حتی شک خارج میکنه. ببینید دوبار حمله کرد، این دوبار کنار تو شک روسا زیرک و بدلکار هم بچه ما مراقب باشن و مطمئنن هم میدونن این رو این محابا کنارهای تو شک نمیشه به آباتیش سر. کشتیگیر ما این دو دقیقه رو حمله کرد، ولی دو امتیاز رو نصیب خایف با زیرکی از کشتیگیر ما گرفت. حالا آروم میکنه کشتی رو عبدالله شیخ اعظمی، کشتیگیر 24 ساله ما که طلای جوانان آسیا رو تو تایلند گرفته، برنز جام قهرمانان ترکیه رو تو کارنامه خودش داره، تو مسابقات رنکینگ زاگرب پنجم شد. ببینیم چه خواهد کرد با این کشتیگیر. یک بار دیگه لحظه اومد برای زیگیری بس از این بقل، حالا وضعیت خطرناکی گیر افتاده بود، نفت که رو پل ببر کشتیگیر ما رو هنوز رها نکرده. چه کشتی 8-0 میشه. دست رو زیر حلق قرار داده و داور کشتی رو نگه میداره، داور کشتی رو نگه میداره و سرپا میده. کشتیگیر ما میگم کشتی گره، ولی خب امتیازها رو متاسفانه کشتیگیر روس گرفت. سانه پایانه سه دقیقه اول، سی ثانیه وقت استراحت فرا میرسه، دو کشتیگیر نزد مربیه خودشون میان. ببینیم آقای نجاریان چه تاکتیکی میخواد در نظر بگیره. سه دقیقه دوم یه لحظه قفلت کنه دیگه کشتی از دستمون در خواهد رفت و تموم میشه دیگه، باید آرومتر و هوشیارتر کشتی بگیره. کاملا رو به جلو بود، ولی امتیازها رو کشتیگیر روس با زیرکی از کشتیگیر ما گره. ما باید روس ها رو شکست بدیم، اگه میخوایم تیمی قهرمان بشیم باید روس ها رو شکست بدیم. کره شمالی در حال حاضر با 65 امتیاز اول، ایران 55 امتیاز دوم، روسیه هم 55 امتیاز داره و جدول رده‌بندی هم یه جوری چیدن که روسا و ایرانیا همشون یه طرفن، ارمنستان از اون ور همشون میان بالا. ببینیم چه میکنه در ادامه کار. 3 دقیقه زمان داره و 8 امتیاز عقب افتاده کشتیگیر ما. حالا یک بار دیگه برای زیرگیری اقدام میکنه خیمه سنگین کشتیگیر ما.
نباید خاک بشه، خاک بشه کار تمام خواهد شده. چه کوشی هش بر صفره. خب حالا خودش رو رها میکنه عبدالله شیخ اعظمی، سعی میکنه کشتی روس رو پیش بندازه، ولی سرزیر بغل یک به دیگه اون مچه دستش رو نباید رها کنه، مچه دست رو رها کنه پای شیخ اعظمی رو بغل میتونه خیلی راحت بگیره و خاکش کنه. دو دقیقه زمان داریم و شیخ اعظمی دیگه باید استارت کشتیش رو بزنه، زمان زیادی نداره. دست رو گره گرفت، حالا دیگه باید استارت بزنه، زمان زیادی نداره، ما امتیاز زیادی میخواییم. ما برو عبدالله برو، 8 امتیاز عقب افتادیم و ما بنداز دست آزاد کن. یک بایدی با زیرکی کشتیگیر ما اتوشک خارج میکنه. متاسفانه توشک کناری هم کشتی الان بچه ها میان روی توشک، امید کنیم که یه یک دقیقه به ما وقت بدن کم. عبدالله برو جبران کن، برو تا بتونیم یه لحظه میشه برای زیرگیری به پا رسیدیم. با خب دو امتیاز دیگه میگیره کشتیگیر روس و میگم کشتی رو شیخ اعظمی گیره و امتیازها رو کشتیگیر روس با زیرکی برای خودش ذخیره کرد و 11-0 متاسفانه کشتیگیر ما رو شکست میده و اولی شکست در روز اول برای ما رقم میکنه. موسیقی